امروز 16 فروردین ماه هست و متاسفانه ما با خبر شدیم که جناب آقای مهدی مهدوی کیا مادر خودشون را از دست دادن و در غم از دست دادن مادر به سوگ نشستن. ما اومدیم در روستای چشم خورزن، زادگاه پدری مهدی مهدوی کیا، 45 کیلومتری شهرستان عراق، تا هم صحبت بشیم با مهدی مهدوی کیا. سلام میکنم خدمت شما و همه بینندگان عزیز. ممنون از زحمتی که کشیدید، تشریف آوردید. نمیدونم چی باید بگم که بهترین عزیز زندگی مو از دست دادم. مادرم واقعا انسان شریفی بود، خیلی چیزا ازش یاد گرفته بودم، واقعا یه الگو بود برای من. خدمت همسر محترمه و آزاده های عزیز مادر عطر تسلیت تعزیت دادیه. برادران و سروران عزیزم مستحضر باشید، بیت داغ دیده مهدوی کیا رو تا درب منزل عزیزانم مشایعت میکنم. واقعا از همه کسایی که اومدن و زنگ زدن، تماس گرفتن، از همه تشکر میکنم. واقعا مادرم خیلی مهربون بود، برای ما خیلی سخت بود، ولی خب قسمتشون بوده دیگه. انشالله که روحشون شاد باشه. بعد تمام سختی هم مادرم تکیه میکردم، همیشه پشتیبان من بود. ولی خب سال بعدی بود، شروع بعدی داشت. ما شب عیدی عشق ازش در آوردیم، دو هفته نشده جبران کرد. اون شب که مهدی عشق در چشمانش حلقه بست در برنامه 90، مادر دیده بود برنامه رو. معلومه مادر من همیشه، اصلا همین هر اتفاق کوچیکتری هم که برای مهدی میافتاد، مادرم همیشه کنار تلویزیون بود و پیگیری میکردش. و دیگه چه برسه مهدی عشق تو چشمش حلقه بزه، همه ایران گریه کردن، دیگه چه برسه مادرم. چی گفت مادر؟ والا من اون لحظه فقط وقتی که مهدی رو رسیدم، چون بعد از برنامه رفتم من پیش مهدی، خونه مهدی بودم، فقط مهدی به من میگه خدا کنه مامان ندیده باشه، چون میدونست که بهش خیلی سخت میگذره. آخرین باری که مادر رو دیدین کی بوده؟ مادر رو قبل از عید اومد بودن تهران، خونه ما بودن و متاسفانه ایام عیدیه من نتونستم بیام خاطر تمریناتی که بود. دوست داشتم که در کنار تیم پرسپولیس باشم با توجه به مسائلی که بود، و چندین بارم تماس گرفت و من قرار بود که بعد از بازی داماش بیام، یه هفته ای رو تلفنی صحبت کردم که یه هفته بیام پیشش، که متاسفانه دیگه نشد، خیلی زود ما رو ترک کرد. واقعا دیروز وقتی خبر بهمون دادن خیلی شوکه شدیم، چون واقعا مادر بزرگم خیلی مهربون بود. همه ما 13 روز اینجا همه پیشش بودیم، ما وقتی این خبر رو بهمون گفتن خیلی ناراحت شدیم. امیدوارم که فقط روح شاد بشه، همه ناراحتی از این باشه. خدا من رحمتش کنه، انسان خیلی خوبی بود، همه به نیکی ازش یاد میکنن. دیگه کار نمیتونم بکنم، دیگه از دست دادم. در خصوص شخصیت مادر آقای مهدوی کیا عرض کنم که یک کوی از صبر بود. من الانم خدمت آقای مهدوی کیا هم تصدیق عرض کردم، عرض کردم خدمت شما یک کوی از صبر رو دفع کردید. از ابراهیم آباد اومدید چشمه برای تسلیت گفتن؟ بله، برای آقای مهدوی کیا. به احترام آقای مهدوی اومدید؟ بله. میاد توی روستا با شما بله. یک رنگ و خاکی، همه با همه، نه با ما، با همه یک رنگ و خاکیه. ما الان یه جامی هر سال اینجا در روستای ابراهیم آباد برگزار میشه از طریق فدراسیون استان مرکزی، که ما خودمون تیم خانواده مهدوی کیا در اینجا شرکت میکنه. این بازی های نوروزی هیئت روستایی اشعری تیم داریم، ما همیشه اینجا شرکت میکنیم. اسم تیمتون هم تیم مهدوی کیا؟ رفقای چشمه. رفقای چشمه. به یه تشکر ویژه از آقای حاجی آبادی عزیز، دوست و همکار خوش‌ذوقمون در مرکز عراق. و این عراق تیم خودش می اومد بالا، ما کلی راحت بودیم، خبرنگار خوب داشتیم توی عراق. اما نه تنها تیم نیامد، تیم دست یکشون افتاد دست دو، یعنی دست سه در واقع. خیلی تشکر ازشون و بازم تسلیت میگیم به مهدی مهدوی کیا، هادی مهدوی کیا عزیز، که در غم از دست دادن مادر بزرگوارشون سوگوار هستن. بازی منچستر یونایتد منچستر سیتی هم 2-1 به نفع تیم منچستر سیتی به پایان رسید. اختلاف شد 12 امتیاز در فاصله فکر کنم 7 هفته مونده به پایان رقابت‌های دیگه برتر انگلیس. ما دیگه بخش پایانی صحبتمون با آقای محمدرضا